بخش کتاب هفته میرسیم. از زمان اوج گرفتن مبارزات انتخاباتی برای مقام ریاست جمهوری آمریکا، کتاب‌هایی که در مورد زندگی نامزدها و یا توسط اونها نوشته شدند، همگی جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا بودند. پس از انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری برگزیده آمریکا، کتاب‌هایی که او درباره زندگی و سیاست‌هاش نوشته و همچنین کتاب‌هایی که دیگر نویسندگان در مورد او نوشتند در فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز قرار داشته. نخستین کتابی که باراک اوباما نوشت رویاهایی از پدرم، روایت نژاد و میراث نام داشت که در سال 1995 برای نخستین بار به چاپ رسید و بار دیگه در سال 2004 تجدید چاپ شد. این کتاب اکنون در فهرست پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز قرار داره. به گزارشی از همکارم سارا در این باره نگاه میکنیم. رویاهایی از پدرم، روایت نژاد و میراث، حکایت زندگی باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکاست که او آن را در 33 سالگی و پیش از قدم گذاشتن به عرصه سیاست نگاشت. باراک اوباما در این کتاب قصه زندگیش را از کودکی تا جوانی با نثری ساده برای خواننده بازگو می کند و در این حال ترکیب پیچیده ای از نژاد، فرهنگ و شیوه زندگی از اندونزی گرفته تا هوایی و شیکاگو ارائه می کند. باراک اوباما ثمره عشق میان یک خانم سفید پوست آمریکایی و یک مرد سیاه پوست اهل کنیا بود و نمی توانست نسبت به یکی از دو فرهنگ و دو نژاد احساس تعلق کامل کند. به همین سبب در ذهن کودکانش داستانهای خیالی از زندگی قبیله‌ای در آفریقا خلق می‌کرد و با بازگو کردن آنها برای دوستانش سرپوشی می‌گذاشت بر سردرگمی فکری و روانیش. باراک اوباما 2 ساله بود که پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند. پدرش پس از جدایی به زادگاهش کنیا بازگشت و پیش از مرگش تنها 1 بار و هنگامی که باراک 10 سال داشت موفق به دیدن او شد. باراک اوباما پس از مرگ ناگهانی پدر به دنبال هویت گمشدهش به سرزمین پدری کنیا سفر کرد و آن هنگام بود که افسانه‌هایش از آفریقا جای خود را به حقیقتی آشکار و انکار ناپذیر داد. باراک اوباما الکلی بودن پدرش، تکبر و بدرفتاریش با فرزندان و تبدیل شدنش از مردی موفق و درس خوان به انسانی اسفبار را در کتاب رویاهایی از پدرم صادقانه روایت کرده است. می نویسد تصورش از پدر و رویایی که از او در سر می پروراند به او انگیزه پیشرفت داد و حال قضاوتش از شخصیت پدر در غیاب او دشوار است، چرا که تنها کسی که می تواند واقعیت را آنگونه که هست برای شرط دهد خود پدرش است. معضل نژاد و تضاد هویتی سیاه پوستان آمریکایی از دیدگاه ویلیام ادوارد دو بوی، فیلسوف و تاریخ نگار آمریکایی، مشکل عمده جامعه آمریکا در قرن 20 است. ولی آنچه باراک اوباما در کتاب رویاهایی از پدرم به تصویر کشیده است و انتخاب او به سمت ریاست جمهوری آمریکا بیانگر این واقعیت است که تفاوت‌ها و تضادهای نژادی و هویتی در گذر زمان محو می‌شود و در این قلمرو مرزها رنگ می‌بازد.